امام شما و ملت شما و مردم شما و امام شما افتخار میکنن. همین شهدای برجسته دنیای اسلام، همین شهید عزیزی که چند روز قبل به وسیله صهیونیست ها به شهادت رسید، اینا افتخار میکردن که بچه های امامند، فرزند امام میدانستن خودشون رو. این شهید حاج عماد خودشو فرزند امام میدانست. یعنی واقعا اگر با یه جوان خودمون مقایسه کنیم، او معتقد نبود که این جوانی ایرانی به امام از اون نزدیکتره. اونم خودشو فقط به یک جوان ایرانی فرزند امام و نزدیک به امام میدانست. چرا؟ چون امام به او روح داده بود، امام او رو زنده کرده بود. اینجور جوان ها همیشه در لبنان و در فلسطین و در غزه و در همه جا بودن، اما اینجور کارهای بزرگ از اینها سر نمی زد. چی فکر می کرد جوانهای لبنانی با سلاحهای معمولی بتوانند ارتشی را که ادعا می کنه یکی از بزرگترین ارتشهای دنیاست اونجور با افتضاح عقب بزنند؟ روزهای اولی که جنگ 33 روزه تمام شده بود، صهیونیست ها میگفتن نه، ما شکست نخوردیم. حالا این گزارش این کمیته وینوگراد قضایا رو برملا کرده. حالا اینا خیلی هم ظاهرسازی کردن که خیلی آبروریزی هم نشه، اما کاملا پیداست یک ارتش مجهز. آمریکا هم مستقیما وارد شد. اینو بدانید، آمریکا در جنگ 33 روزه لبنان مستقیم وارد شد، هم پشتیبانی کرد هم مستقیم وارد شد بی سر صدا. همشون شکست خوردن. از کی؟ از یه عده جوان که وسیلهشون عبارت بود از اعتماد به نفس، اتکال به خدا و نترسیدن از مرگ، ایستادگی در میدان، توانستن شکست بدن. این افسانه شکست ناپذیری قدرت ها اینجوری باطل میشه ها.